دیگه 7-8 تومن شاید حداقل بودجه ای باشه که باید برای خرید یه گوشی معمولی کنار بذارید و امیدوار باشید گوشی که میخرید 3-4 سال براتون عمر بکنه. گلکسی A24 سامسونگ یکی از آپشنایی که تو این بازه قیمتی تو بازار موجوده و اگر قصد خرید گوشی تو این بازه قیمتی رو دارید ازتون دعوت میکنم که تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. من سیمین هستم و امروز میخوام گلکسی A24 سامسونگ رو بررسی کنم و بهتون بگم که این گوشی تا چند اندازه ارزش خرید داره. با ما همراه باشید. مثل همیشه اول از همه با طراحی شروع میکنم. جایی که گلکسی A24 سامسونگ یک فریم پلاستیکی داره، قاب پشتش هم پلاستیکیه، جلو شیشه‌ایه، ظاهرش ظاهر قشنگیه، وزنش هم ایدئال 195 گرم برای یه گوشی وزن مناسبی به حساب میاد. لبه هاش خمیدگی نداره، از این جهت خیلی خوش دسته و ظاهر شیکی به گوشی میده، ولی خب چون قاب پشتیش پلاستیکیه به شدت مستعد جذب اثر انگشته. احتمالاً همین الان هم میتونید این لکه ها رو ببینید. قبل از اینکه ویدیو رو ضبط کنیم من تمیزش کرده بودم، ولی با همین چند دقیقه اینقدر لک به خودش گرفت. حالا از این قضیه میگذریم، به خاطر اینکه یه گوشی اقتصادی جنس قاب پلاستیکی بودن چیز عجیبی نیستش. 3 تا دوربین دراش در نظر گرفته، یه فلش، تو لبه هاش هم سنسور اثر انگشت رو میبینیم که با کلید پاور یک پارچه شده، کلیدهای تنظیم صدا رو داریم، این طرف هم شیار سیم کارت و کارت حافظه رو داریم، بالا میکروفون حذف نویز و لبه پایینی بلندگوی اصلی، پورت شارژ، میکروفون مکالمه و جک 3.5 میلیمتری هدفون رو داریم. دو تا نکته مثبت همینجا تو طراحی A24 داریم. یکی اینکه کارت حافظه پشتیبانی میکنه، اونم به صورت اختصاصی، یعنی نیاز نیست سیم کارت دوم رو فدا کنیم. دوم اینکه جک هدفون میخوره، عالیه دیگه، یعنی اگر میکروفون‌های قدیمی‌تون رو دارید میتونید تو این گوشی هم ازش استفاده بکنید. اما خب برخلاف نکات مثبتی که بهش اشاره کردم، طراحی قاب جلویی یکم قدیمی به نظر میاد. چرا؟ به خاطر اینکه حاشیه‌های اطراف نمایشگر زیادن، مخصوصا حاشیه پایینی. و دوربین سلفی الان دیگه کمتر گوشی رو میبینیم که ناچ قطره‌ای داشته باشه، چون همه الان اکثرا از ناچ‌های حفره‌ای استفاده میکنن، دوربین سلفی رو میذارن، ولی خب A24 کماکان از ناچ حفره‌ای بهره میبره. به صورت کلی طراحیش رو بخوام بگم، طراحی قشنگی داره. این رنگی که برای بررسی در اختیار ما قرار گرفته مشکیه، 3 تا رنگ دیگه هم داره، سبز، آبی، قرمز، رنگ‌های دیگه این گوشی هستن که همشون هم در نوع خودشون جذابن. اما خب اگر میخواید یه چیزی داشته باشید که خیلی رنگ عجیب غریبی نداشته باشه، همین رنگ مشکیش به نظرم بهترین انتخاب برای شماه. نمایشگری که سامسونگ برای این گوشی در نظر گرفته 6.5 اینچی سوپر آمولد 90 هرتز که تا 1000 نیت روشنایی داره. روی کاغذ همه چیز خوبه، توی واقعیت هم غیر از این نیست. برای یه گوشی میان رده نمایشگر خوب و با کیفیتیه، جنس رنگا خوبن، روشناییش اوکیه، حتی زیر نور مستقیم افتاب هم میتونید راحت با گوشی کار بکنید. حالا شاید خانه یکم محدود بشه، ولی به صورت کلی یه نمایشگر عالیه و طبیعتاً گوشی های سامسونگ همینجوری هم دیگه، همیشه تا جایی که راه داشته باشه سامسونگ بهترین نمایشگر رو براش انتخاب میکنه. اینکه حالا تو این بازه قیمتی هستن گوشی هایی که 120 هرتز هم پشتیبانی میکنن، ولی خب برای یک گوشی 7-8 میلیونی 90 هرتز هم نرخ بروزرسانی مناسبیه. سامسونگ گلکسی A24 4G رو که نسخه 5G هم نداره با چیپست هلیو G99 مدیاتک رایه بازار میکنه که یه تراشه 6 نانومتری میان رده به حساب میاد. 4-6-8 گیگابایت حافظه رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی برای این گوشی در نظر گرفته شده که این نسخه که برای بررسی در اختیار ما قرار گرفته نسخه پایه اون، یعنی 428 گیگابایتیه. اما خب گفتم که از کارت حافظه پشتیبانی میکنه، یعنی نیازی نیست نگران حافظه کم باشید، هرچند که 128 برای نسخه پایه حافظه کمی نیستش. تو تست های بنچمارک A24 عملکرد مناسبی داشت، یعنی در سطح یک گوشی میان رده اقتصادی بودش و امتیازات خوبی کسب کرد در سطح خودش. اما خب برای اینکه عملکردش رو جدی‌تر بررسی بکنیم به سراغ بازی و کارهای دیگه رفتیم. بازی های خوبی مثل کال آف دیوتی و پابجی و آسفالت رو این گوشی نصب کردیم، همشون با کیفیت، یعنی گرافیک متوسط اجرا شدن، ولی خب فریمرت رو تا جایی که راداش میداد به غیر از پابجی که 60 فریم اجرا شد، آسفالت و کال آف دیوتی و 90 فریم هم داشتیم. به صورت کلی باید این واقعیت رو بپذیرید که A24 یه گوشی اقتصادیه و نمیتونید تو بالاترین سطح کیفیت بازی ها رو روش اجرا بکنید. اما خب در سطح خودش
بازی رو با کیفیت خوبی اجرا میکنه، نکته خیلی مثبتی که من متوجه شدم این بود که خبری از داغ شدن رو اعصاب نبود. یعنی گوشی نهایت تایمی که داشتید باش بازی میکردید، نیم ساعت یک ساعت، یکم گرمای ملایمی میداد که اصلا هم اذیت کننده نبود و از این نظر یه نکته مثبت به حساب میاد. سامسونگ این گوشی رو با اندروید 13 و رابط کاربری وانیوی 51 راهی بازار میکنه. همینجاش یه نکته مثبت وجود داره، اینکه وانیوی نسخه کور، یعنی همون نسخه محدود شده اصلی نیستش، نسخه کاملش رو تو این گوشی داریم و اینکه تا 4 سال قراره که آپدیت اندروید و 5 سال آپدیت های امنیتی رو دریافت بکنه. از این نظر در سطح یک گوشی بالا رده به حساب میاد پشتیبانی نرم افزاری A24 و این خیلی خبر خوبیه واسه کسایی که قصد خرید این گوشی رو دارن و آپدیت های نرم افزاری واسه شون مهمه. محیط نرم افزاری و رابط کاربری A24 عملا حرف جدید و ویژه‌ای نداره. اگه با گوشی سامسونگ کار کرده باشید، این گوشی هم مثل همون گوشیه، همه چیز خیلی سرراست و تند و سریع در دسترستون هست و هیچ ویژگی خاصی نداره که بخوام تو این بررسی بهش اشاره کنم و اگر بررسی قبلی منو دیده باشید میتونید همون نکات رو تو این گوشی هم پیدا بکنید. 3 تا سنسور 55 و 2 مگاپیکسلی سامسونگ برای این گوشی تو قاب پشتی در نظر گرفته که 50 مگاپیکسلی دوربین اصلیه، 5 فوق‌عریض و 2 ماکروه. دوربین سلفی هم که تو این حفره بالای نمایش قرار گرفته 13 مگاپیکسلیه. هر 4 تا دوربین میتونن با کیفیت 1080p تو نرخ 30 فریم فیلم برداری بکنن، اما خب خیلی نباید انتظار کیفیت بالایی رو از دوربین این گوشی موقع فیلم برداری داشته باشید. اما خب اگه بخوام به صورت خلاصه بهتون بگم، کیفیت عکاسی با دوربینای این گوشی ربط مستقیم به شرایط محیطی داره. یعنی اگر نور محیط خوب باشه میتونید عکسای خوب و با کیفیتی ثبت کنید، ولی هرچی نور محیط کمتر میشه نویز تصاویر محسوس‌تر میشه. یعنی شما اگر بخواید این گوشی رو برای کیفیت خوب عکاسیش توی روز بگیرید، مسلماً عکاسی شب المانی نیست که بخواید به خاطرش به سراغ این گوشی برید. عکسایی که تو شب میگیره نویز زیادی داره، جزئیات کمه و شاید قابل استفاده تو شبکه‌های اجتماعی یا جای دیگه نباشه، ولی خب میگم عکسای دوربین اصلیش مخصوصا تو محیط‌های روز خیلی خوبن، جنس رنگ‌ها عالیه و میتونید باش عکسای خیلی خوبی ثبت بکنید. دوربین فوق عریض و دوربین ماکرو هم کیفیتشون به خوبی دوربین اصلی نیستش، ولی خب باز هم اگر وقت و حوصله کافی داشته باشید با اونها هم میتونید تصاویر خوبی ثبت بکنید. گلکسی 24 4G سامسونگ یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی داره که عملکردش خیلی بالاتر از حد انتظار من بود تو تست‌های بنچمارک که امتیازات خیلی خوبی رو کسب کرد. تو استفاده روزمره هم همینطور، من زمان زیادی رو صرف بازی با این گوشی کردم ولی خب مصرف باتریش واقعا خوب بود. یعنی فکر میکنم تو یک ساعت که من داشتم بازی میکردم چیزی اولوش 10-12% کم شد. این چیزی بود که اصلا قابل مقایسه با گوشی قبلی نبودش. دیگه با یه حساب سرانگشتی میتونید ببینید که با یک استفاده نرمال، یعنی تایم زیادی رو صرف بازی نکنید، استفاده از دوربینش خیلی زیاد نباشه، حداقل یک روز رو این گوشی واسه تون شارژ نگه میداره. حتی اگر اهل بازی کردن نباشید میتونید رو دو روز هم حساب کنید. واقعا عملکرد باتریش از این نظر خیلی خوب بود، میتونم شاید بگم اصلی ترین نقطه قوت این گوشی بودش. باتری A24 با شارژر 25 وات شارژ میشه که متاسفانه خبری از این شارژر توی جعبه نیستش، ولی خب ما این شارژر رو داشتیم. 1 ساعت و 25 دقیقه تقریبا زمان نیاز داشت 0-100 این باتری رو شارژ بکنه که برای این گوشی و این شارژر رقم خوبی به حساب میاد. در نهایت اینم بگم که دو روش ارائه هویت سامسونگ برای این گوشی در نظر گرفته، تشخیص چهره و اثر انگشت، که حالا تشخیص چهرهش که خوبه، مثل بقیه گوشی‌هاست، چیز خاصی نداره. سنسور اثر انگشتش هم با کیت پاور یک پارچه شده که از سرعت خوبی برخورداره، میتونه سریع انگشتتون رو تشخیص بده. در مجموع گلکسی A24 سامسونگ یه گوشی که از نظر طراحی گوشی خیلی خوبیه، قشنگه، حالا یکم حاشیه‌هاش زیاده، قابش هم لک زیاد میگیره، ولی خب طراحیش خوبه، خوش دسته و من طراحیشو به شخص دوست دارم. نمایشگرش خوبه در سطح خودش، سخت افزارش یه سخت افزار میان رده و قابل قبوله. دوربین‌هاش هم خوبن، میتونستن تو شب عمل کرده بهتری داشته باشن ولی خب متاسفانه ندارن. از نظر نرم افزاری که عالی، پشتیبانی نرم افزاریش حرف نداره و باتریش هم فوق العاده است. حالا یه سری ایرادات بهش وارده، مثلا اینکه نسخه 4G 5G نداره، البته این موضوع خیلی تو ایران میگذریم ازش،
مورد دوم این که نسخه پایش 4 گیگه میتونست بیشتر باشه، ولی خب اینم خیلی شاید موضوع جدی نباشه، چون نسخه که تو بازار موجوده، تو بازار ایران موجوده، نسخه 628شه که الان که داریم این بررسی رو ضبط میکنیم 7800 قیمتشه که از این نظر رقم خوبی برای یک گوشی با 6 گیگابایت حافظه رمه. به غیر از این نبود شارژر شاید تنها ایرادی باشه که به عنوان یک گوشی میان رده بتونه ما رو اذیت کنه، چون دیگه وقتی کاربر اینقدر بودجه واسه خرید یک گوشی میان رده داره، توقع داره که واسه شارژر هزینه جداگانه نکنه. اما خب این گوشی یعنی گلکسی 24 سامسونگ برای چه کسایی میتونه مناسب باشه؟ این گوشی برای چند دسته میتونه مناسب باشه. یکیش مثلا بابا مامانا که گوشی خیلی قدرتمندی به کارشون نمیاد، یه گوشی واسه کارهای روزمرهشون میخوان و خیلی اهل بازی و اینجور داستانها نیستن. دسته دیگه کسایی هستن که کلن علاقهی به خرید گوشی گرون قیمت و پرچم‌دار ندارن. اونا میخوان که یه گوشی واسه رفع نیازهای روزمرهشون داشته باشن. حالا اگرم شد یه بازی با گوشی انجام بدن، ولی خب با کیفیت خیلی بالا هم نشد، ایرادی نداره. دسته سوم هم میتونه مناسب بچه‌های شما باشه، یعنی کسایی که میخواین بار اول براشون یه گوشی بخرید، نمیخواید خیلی هزینه سنگین بکنید، از طرفی هم نمیخواین یه گوشی بگیرید که یه سال بعد نیاز باشه تعویض کنید، A24 میتونه گزینه خیلی خوبی براشون باشه، چون تا حد مطلوبی بازی‌ها رو میتونن روش نصب کنن و اجرا کنن، باتریش هم که خوبه و نمایشگر با کیفیتی هم داره. اما شما اگر قصد خرید یک گوشی تو این بازه قیمتی رو داشته باشید، آیا به سراغ این گوشی میرید یا ترجیح میدید انتخابای دیگر رو مد نظر قرار بدید؟ مرسی که ویدیو بررسی گلکسی 24 سامسونگ رو تا انتها تماشا کردید. اگه از اون خوشتون اومد لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. یادتون نره که برای حمایت از ما میتونید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید. اگر هم میخواید تو جریان جدیدترین اخبار دنیای تکنولوژی و سخت افزار قرار بگیرید، وبسایت سخت افزار مگ رو هر روز مطالعه کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.